لطفاً در صورت تمایل ویدیو رو لایک کنین و کامنت بذارین تا به بهتر دیده شدن این اخبار کمک کنید. سپاس. جلیل صبحانی مهره یکیست. اینکه نام علی نقی خاموشی در میان متهمان پرونده‌های فساد نباشه موضوع خیلی عجیبی نیست. خاموشی اولین رئیس بنیاد مستضعفان در نظام جمهوری اسلامی و سالها معاون وزیر بازرگانی و همچنین نماینده مجلس بوده. از همه مهمتر این که از اعضای مؤسس و قدیمی جمعیت مؤتلفه اسلامیه و میزان نفوذ او و حزبش در ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیازی به شرح و تفصیل نداره. مورد جلیل صبحانی اما متفاوته. او سوابق انقلابی خاموشی رو نداره و در رژیم جمهوری اسلامی هم رده و سمت خاص و بزرگی نداشته و نداره و احتمالاً هم نخواهد داشت. اینکه او از پرونده‌های فساد تبرئه میشه و یا پاش به دادگاه‌ها باز نشده بسیار عجیبه. حتی تلاش فرد با نفوذی مانند زاکانی هم در این راستا راه به جایی نبرد. آیا ممکنه جلیل صبحانی مهره فرد یا جریانی در بالاترین سطح قدرت در جمهوری اسلامی باشه؟ جواب این سوال روشن نیست. برای معرفی جلیل صبحانی باید گفت که او متهم مشترک در پرونده اکبر طبری و پتروشیمی بوده. مدیرعامل سابق شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی، یکی از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی ایران که در همسایگی اکبر طبری در برج روما رزیدنس زندگی می‌کرد. در اطراف چندین شرکتی که صبحانی در این سالها تأسیس کرده و یا عضو هیئت مدیره اونها بوده، نام‌های اغلب محکومان پرونده پتروشیمی دیده میشه. رضا حمزلو، علی نقی خاموشی، عباس صمیمی و علیرضا علایی رحمانی. حضور مرجان شیخ الاسلامی در میان متهمان به جهت مسائل سیاسی توجه زیادی به خود جلب کرد. مبلغ بالغ بر 6 میلیارد یورویی فساد رخ داده باعث حیرت همگان شد. از همون روزهای نخست طرح پرونده در افکار عمومی، نام جلیل صبحانی به عنوان یکی از مهره‌های اصلی این پرونده در گوش و کنار شنیده میشه. تا جایی که روزنامه حکومتی شرق در روز 19 مرداد 98 با اشاره به بازداشت صبحانی نوشت که او جعبه سیاه پتروشیمی ایرانه. ببینید، اگر کاری که در دانشگاه آزاد اتفاقا با آقای عبدالکریم می‌کردن، من فکر می‌کنم یعنی یه پیام خیلی بدی به بدنه جامعه دانشگاهی دادن. واکنش جالب و اعتراض‌آمیز به اخراج یک استاد دانشگاه روی آنتن تلویزیون. آدمی که 19 ساعت 20 ساعت در روز کار میکنه، کار علمی میکنه، ببین سخنرانی میذاره، کتاب مینویسه، مقاله چیز، یعنی این نیست که بگی خب من 8 ساعت رفتم دانشگاه کار کردم بیام حالا برم دنبال بیزنس خودم. بلند میشه میری اونجا، یه همچین آدمی رو شما وقتی میزنی یعنی داری به جامعه دانشگاهی یه پیام میدی. آجان من کاری نکن، همون 8 ساعت کار کن، سر تو بنداز پایین. ضرب المثل ایرانی ها هست دیگه، کارمند بی‌خاصیت. شما سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا، به زودی به عنوان رئیس مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور منصوب خواهد شد. حکومت عدل علی که میگن یعنی این. پدر بابک خرمدین، قتل 3 نفر، 10 سال حبس. پدر رومینا شریفی، قتل 1 نفر، 9 سال حبس. سبا کردافشاری، مخالف با حجاب اجباری، 20 سال حبس. هر پلیدی و پلشتی و خیانت و جنایتی در کشور دیده میشه، سید علی خامنه ای نقش اصلیشو داره. توصیه های علی خامنه ای رو در ارتباط با سرمایه گذاری در بورس رو به یاد بیاریم. صرافی کریپتولند رو اینگونه توسط برادر سید علی خامنه ای به مردم معرفی کردند تا با نام کارآفرین برتر مردم اعتماد کنند. به نظر شما چه کسانی این گوسفندها رو با مال مردم پروار میکنند تا یک نفر رو قربانی کنند و اموال بسیاری رو غارت کنند؟ یک خانواده ایرانی متهم به پولشویی و نقض تحریم‌های آمریکا. دادگاه فلوریدای آمریکا 3 ایرانی ساکن در این ایالت رو به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و پولشویی مجرم شناخت. محمد فقیهی، استادیار سابق دانشگاه میامی، همسرش فرزانه مدرسی و خواهر همسرش فائزه فقیهی که مدیریت شرکت اکسپرس جین رو بر عهده داشتن، بین سال‌های 2016 تا 2020 3.5 میلیون دلار از حساب‌های در مالزی، چین، سنگاپور و ایالات متحده عربی در یا
انکشاف کردن. این خانواده تجهیزات ژنتیکی رو از مبدا تولید کنندگان آمریکایی به طور غیرقانونی به ایران انتقال دادن. یک درمانگاه تخصصی ژنتیک با نام دکتر فقیهی در شیراز ثبت شده که این درمانگاه ارائه دهنده جدیدترین تکنیک های آزمایش نسل جدید ژنتیکی معرفی میشه. همچنین باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به سپاه پاسداران پیشتر در خبری به محمد علی فقیهی به عنوان کاشف یک بیماری ژنتیکی و ژن عامل اون اشاره کرده بود. روح الله متفکر آزاد نماینده تبریز در مجلس ضمن سخنرانی در صحن علنی مجلس خواستار پرداخت بدهی 380 میلیاردی مالک باشگاه تراکتورسازی توسط دولت و از اموال عمومی شد. موضوع تراکتور رو مطرح میکنم. باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور آقای همونطور که هفته پیش در دیدار نمایندگان تبریز آذرشهر و اسکو با آقای وزیر ورزش و جوانان مطرح شد، این باشگاه با مشکلات مختلفی من جمله مشکل مالکیت، مشکل پنجره نقل و انتقالات، مشکل بدهی 380 میلیاردی که محل سوال جدی است مواجه شده. تقاضا داریم از دولت اینجا عدالت ورزشی خودش رو همونطور که ورزیز ورزش قول دادن ما شاهد باشیم ان شاء الله. در روزنامه شهر روز سه‌شنبه 23 شهریور پشت پرده تولید واکسن برکت رو کمی افشا کرد. این روزنامه که تلاش کرد خیلی به عمق نره تا افشاگری پر عبای خامنه‌ای رو نگیره، درباره علت وارد نکردن واکسن که منجر به مرگ چند صد هزار هموطن شده نوشت: به نظر میرسه دلیل تمایل نداشتن برای خرید واکسن از خارجی‌ها این بوده که برکت در ازای هر دوز واکسن 200 هزار تومان گرفته بوده. اگر بخوایم برای 120 میلیون واکسن حساب کنیم، برکت از صندوق دولت عددی بالای 1 میلیارد دلار از محل اعتبارات دولتی گرفته. در همین حال علی تاجرنیا نماینده پیشین مجلس که خبر پرداخت 1 میلیارد دلار به مؤسسه برکت رو داده بود گفت سعید نمکی وزیر سابق بهداشت حامی اصلی تولید واکسن برکت بود و با وجود اینکه مؤسسه رازی در مرحله تحقیقات از این مؤسسه برای تولید واکسن خیلی جلوتر بود، به هر ترتیب تصمیم بر تولید برکت بود. در همین مورد علیرضا عباسی عضو مجلس از کرج گفته بود برخی با کارشکنی اجازه تولید به موقع واکسن رازی رو ندادن و اگر آذر ماه گذشته این اجازه به اونها داده میشد میتونستن درصد قابل توجهی واکسن تولید کنن. بنابراین میبینیم کلمه بزه برای چنین زد و بندی از نظر حقوقی کلمه ضعیفیه. باید باور کرد که جنایتی آگاهانه برای پربرکت شدن سفره برکت رخ داده. نه تنها از ورود واکسن خارجی جلوگیری شد، بلکه از تولید واکسن داخلی توسط مؤسسات تخصصی تر مثل رازی هم جلوگیری شد تا پولها به جیب برکت بریزه. به همین دلیل اقدامی که وکلای دادگستری در شکایت علیه خامنه‌ای کردن اقدامی شایسته است. اما این شکایت نه به دادگاه‌های حکومتی که خود شریک دزد هستند، بلکه باید به دادگاه‌های بین‌المللی و به ارگان‌های حقوق بشری ارسال بشه. در ماه‌های گذشته محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان خمینی که اکنون معاون اول رئیسی شده بارها وعده تولید میلیونی واکسن رو داده بود.